سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب دوشنبه هفتم خرداد ماه ایرانی برابر با 27 ماه مه سال 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران، همینطور تازه هایی از ایران، منطقه و جهان. خب طبق روال معمول همه دوشنبه شب ها بیمیل نیستم کوتاه من یک نگاهی داشته باشم روزنامه های روز یک شنبه که عمدتا دیگه فضای انتخاباتی شده. من حالا به روزنامه های امروز که میرسیم مباحث انتخابات رو دقیق تر بررسی میکنیم. خب دیدار آقای خامنه ای در منزل آقای رئیسی عنوان روزنامه های روز یک شنبه بوده، باستاب خیلی وسیعی داشته، از هر کسی از زن خود شد یار این رویداد. وطن امروز رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان رهبر انقلاب در دیدار خانواده های شهدای خدمت با اشاره به قیام مردم در تشییع این شهدا گفته که ملت زنده هست. شما دیدار رو میبینید، البته حواشی زیادی هم داشته این ماجرا، کماکان نگاه ها منفی هست به اصل رویداد و نقش مقامات جمهوری اسلامی در این سرنگون سازی. خب شما میبینید روزنامه های روز یک شنبه عمدتاً به این ماجرا پرداختن، زبان ها اساساً ستایشی هستش. روزنامه همشهری آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه درگذشته در سقوط هلیکوپتر رو تحت عنوان وزیر خارجه کودکان غزه خوانده بود، به نقل از خامنه‌ای گفته که امیر عبداللهیان خستگی ناپذیر بوده. روزنامه جامعه جم خانش رهبری جمهوری اسلامی رو از تشییع جنازه آقای رئیسی، تشییع جنازه رئیس جمهور ایران و هیئت همراه اون، وفاداری مردم ایران به انقلاب سال 57 تلقی کرده بود که میبینید اتفاقا در رابطه با تعداد جمعیت حضور یافته برای تشییع جنازه آقایان آل هاشم در تبریز و همینطور تشییع جنازه آقای ابراهیم رئیسی گمانه‌زنی های زیادی شده. خود حکومت تلاش داشت که آمار 5 میلیون رو به طور رسمی اعلام کنه، بعد آمار رو تقلیل دادن، دوباره از دست آمار کلن دست کشیدن. گویی یا بحث زیر 100,000 نفر مطرح شده بود، آمار پایین تری بوده و با تکنیک جلوه های ویژه و تصاویر گفته شده که جمعیت رو بیش از آن چیزی که مد نظر بود سعی کردن که به عنوان همراهان انقلاب به افکار عمومی ارائه کنند و نشان بدهند. آن چیزی که اتفاقا در صحنه های میدانی نسبت به مواجهه مردم به این رویداد به چشم می آمد و به گوش می رسید نوعی بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به اصل ماجرا بوده. حتی شما هم خبر دارید که گزارش هایی از شادی طبقه ای از اجتماع ایران هم حکایت داشت که به هر روی از بین رفتن یکی از مقامات جمهوری اسلامی رو به مسابقه ضعیفتر شدن بازوان نظام جمهوری اسلامی می انگارند. البته این به لحاظ تحلیلی چه اندازه درست است شخصا نگاهی متفاوت دارم، چرا که جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای خیلی هم بدش نمیاد که برخی از کسانی که زمینه ظهور به مثابه یک چهره تأثیرگذار رو دارند با حذف اونها به تعبیر خودشون ریزش و رویش به رویش جوانان جدیدتری احتمام میبرزد که خب هم مهارشون خیلی راحت تره. حالا شما تصور کنید یکی مثل بزرپاش مثلا بخواد رئیس جمهور بشه، حداقل یکی دو دوری مثل محمود احمدی نژاد اظهار مهر و ارادت به رهبری نظام خواهد کرد تا اینکه بخواد به تعبیر دنیای سیاست به جنبت دوباره می جنبانندش رهبری و بیت قدرت. مجلس و پارلمان نیز کماکان بر صد خبرهای روزهای شنبه و یک شنبه بوده که میبینید، از جمله روزنامه سازندگی رو میبینیم که دیگه آرام آرام نقدها به سمت قالیباف رو علنی تر کرده اند، به نقل از آقای متکی که خودش کاندیداهای ریاست مجلس 12 هست در گفتگویی که داشت. پارلمان تحت امر آقای قالیباف رو ناکارا میدونست. خب به هر روی نگاه به خود آقای متکی هم زیاد شده، یکی از گزینه‌های جبهه پایداری هم هست. حالا جالب اینجاست که خود ایشون یکی از ناتوانمندترین مردان حکومت جمهوری اسلامی است. حالا بماند که شیوه اخراجش زمانی که تو سفر سنگال بود، خود امیر عبداللهیان هم اتفاقا اینو اشاره کرده بود، حالا جهان قدرت جهان به تعبیر بسیار گستاخ و بی اجر و بی قدر و بی منزلت هست که مخصوصا در محضر جمهوری اسلامی که
احمدی نژاد که ادعای فضائل امام زمانی داشته، ما میدیدیم حتی با یک همکار خودش چه برخورد ناسهی صورت داد که مدت‌های مدیدی دستمایه طنز بسیاری از شخصیت‌های سیاسی داخلی و خارجی بود. شما می‌بینید آقای منوچهر متکی گفته که مجلس قالیباف کارآمد نبود و گزارش این رسانه حکایتگر آن بود که آقای متکی میبایستی خودش هم در یک رقابت تنگاتنگ با آقایان زنور و قالیباف برای ریاست مجلس در واقع تلاش کنه، که خب امر بسیار سخته. من گمان میبرم که نشانه ها این گونه نشان میدهد که آقای قالیباف کماکان شانس بالاتری داشته باشد، محتملا مشمول مهر رهبری نظام باشد. جبهه تندروی رادیکال پایداری ها تلاش میکنن که معادله مجلس رو تا انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در تیر ماه به نفع خودشون تغییر دهند، اما صحنه‌آرایی سیاست لزوماً همه کفه ترازو رو به نفع اینها هم نشون نمیده، چرا که یکی از عوامل تعیین کننده این فعل و انفعالات خود بیت رهبری است. خب سوی بزرگان عنوان گزارش هم بوده. شما دارید میبینید مقامات جمهوری اسلامی برای یادمان رئیس جمهور ایران که در سقوط هلیکوپتر درگذشت، همه شخصیت های تراز اول، یعنی اینا که صاحبان جاه و جلال و مقام و مکنت هستند، مثل آقای فقیه آملی لاریجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستش، آقای اژه‌ای که رئیس قوه قضاییه هستش، آقای قالیباف که رئیس پارلمان هستش، آقای مخبر چون معاون رئیس جمهور بوده بر صدر قرار نگرفته، یعنی در قامت یک رئیس قوه فعلا پذیرفته نشده، دیفکتو هست، یعنی تا اطلاع ثانوی ایشون رو نگه داشتن با حکم حکومتی رهبری، البته بر اساس خود بند 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در پی مریض شدن یا غیبت طولانی یا مرگ ناگهانی رئیس جمهور معاونشون میتونن سمت رو بر عهده بگیره. البته در سلسله مراتب نشستن هم اونایی که سران سقوه بودند و به هر روی دوتاشون که حکم مستقیم از سوی رهبری دارند به ترتیب نشستن و مخبر در جایگاه چهارمی قرار گرفته. اون زمانها رئیسی که بود رئیسی اول می نشست، بعد دو رئیس دیگر قوا حضور داشتن. علی حالا برخی از چهره های اصلاح طلب مثل این روزنامه هم‌میهن اینها خوشحالن که در این ترحیم در واقع تفقد و ترحیم آقای رئیسی مثلا حسن روحانی هم بوده و دیگر شخصیت ها بودن. الان میبینید اشاره کرده که حسن روحانی، علی لاریجانی، مجید انصاری، محمد رضا عارف، محسن هاشمی و محمود احمدی نژاد از حاضرانی در این مراسم بود. این روزنامه اینها رو بزرگان میدانست و آن رو گذاشته سوی بزرگان. حالا نکته که من در این رابطه مشخص باید اشاره کنم و این روزنامه ها خیلی دلخوش به این مقدار نباشند، الان من میرم به سمت روزنامه های امروز که ببینیم آقای وحیدی اصلا چه گفت، در بستر انتخابات چی میگذره و آیا هم‌میهن خوشنودیش ارزش اینو داره، به صرف اینکه آقای روحانی مثلا در یک نشست ترحیم اومد، این یعنی پذیرش صدای این طیف آقای روحانی یا آقای علی لاریجانی؟ فرض حالا من میخوام برگردم به خودشون، فرض رو بر این بگیریم که اصلا نظام یه چراغ سبز داد و اینها رو پذیرفت. اولا که در روز اقامه نماز هیچ کدوم از اینها نبودن، این خیلی نکته مهمیه، تو افکار عمومی باستاب وسیعی داشته، دستمایه انتقادات بیشمار شده بود. حالا تو این مراسم ترحیم مثل اینکه اومدن. آقای احمدی نژاد که ماجراش جداست. حالا جالب روزنامه کیهان رو میبینم که شمای دیگری از این رو به انتشار منتشر کرده، ولی کماکان من شخصیت هایی رو که روزنامه هم‌میهن نام برده در این تصاویر ندیدم. تلاش زیادی هم کردم که تصاویری پیدا کنم که اینا حضور داشته، من شخصا ندیدم. البته خب خبر این روزنامه خبر معتبری است. در هر روی نکته بسیار مهمی که خواستم در این رابطه مشخص اشاره کنم که به صرف مشارک، یعنی چقدر سطح مطالبه مردان جمهوری اسلامی مشخصا مردان اصلاح طلب پایین اومده که روزنامه مثل هم‌میهن شرکت در یک مراسم ترحیم رو به مسابقه یک همپذیری از سوی ساختار قدرت سیاسی میبینه. همین ها در حالی است که محمد خاتمی هیچ جایی نداره و کماکان در محق است. حالا که با نام محمد خاتمی شروع کردم، میخوام نگاهی داشته باشم به روزنامه های چاپ تهران امروز. بسیاری از روزنامه ها رو شما میبینید که اظهارات آقای وحیدی رو منتشر کرده بودن. نکته ای که من دیدم در گفتگوی آقای وحیدی با صدا و سیما به چشم میامد، بحث کسانی بوده که به تعبیر ایشون سوء سابقه دارن. کوتاه ببینیم اظهارات آقای وحیدی رو، بعد برمیگردم خبر رو با هم مرور میکنیم. کامل است انشاءالله، در این برنامه‌ریزی انجام میشه. بله کارها طبق روال داره انجام میشه به سرعت. البته ما باید توی فرصت کم کارهایی رو که معمولا توی چندین ماه صورت میگرفته انجام بدیم، ولی انشاءالله همه چیز آماده است و
مشکل انشاءالله نخواهیم داشت. تمام عبارات رو دقت میکنید، عبارات یک دولت مرد به جای اینکه مثلا ارائه دقیق مطالب رو مطرح کنه همش میگه انشالله همه چی رو به راهه، انشالله ما در خدمت مردم خواهیم بود. ادبیات غیر پاسخگو در رفت. حالا ادامه شو میدیم که اصل مطلب میخوام بگم. گفته همین امروز، یعنی البته به گمانم به وقت ایران یک شنبه بوده دیگه. انشالله نخواهد باشد. همین امروز دستور شروع انتخابات داده شد. ستاد انتخابات رئیسش حکم گرفتن. به همه استانها ابلاغ شد برای تشکیل هیئت‌های اجرایی و شرایط انتخاب شوندگان هم اعلام شد که بر اساس شاخصایی که معلوم شده میتوانند که افراد بیان و در انتخابات شرکت کنند، این هم اعلام شد. یعنی قانونی برای شخص خاصی کسی؟ خب چرا، یه محدودیت سنی است، از 40 تا 75 سال محدودیت سنی است، داشتن کارشناسی ارشد، داشتن بعضی از جایگاه های مدیریتی و تخصصی رو که در برابر پیشبینی های شورای نگهبان معلوم شده، به اضافه خب نداشتن سوء سابقه و سابقه کیفری و به هر حال داشتن یه برنامه مشخص و خط معاشات، اینا جز شرایطی است که خب چیزی که داره اشاره میکنه، یعنی 40 سال سن حداقل بر اساس قانون، 75 سال حد اکثر، داشتن مدرک کارشناسی به طور حداقلی و ادامه میده که خب داشتن سوابق اجرایی به مساوی یک تجربه موفق مدیریتی میتونه قابل تأمل و ملاحظه باشه، یعنی امتیاز آوره. حالا این نکته رو داشته باشیم که چی میخواد بگه. خب نکته بسیار مهم این گفتگو که حالا در تلویزیون پخش نشد، من در جای دیگری هم دیده بودم، اشاره مستقیم از آقای وحیدی بوده که کسانی که در به تعبیر ایشون فتنه 88 نقش داشتن هم امکان مشارکت ندارن. یعنی اینجا آب پاکی رو دست آقایان خاتمی و حداقل خاتمی ریخت، روحانی رو نمیتوان گفت، چون اینا معتقدن که روحانی کارنامه مثلا مصرحی داره در فتنه 88 به تعبیری دست نداشته. مشخصا بحثشون خاتمی بوده و چون طبقه ای از افکار عمومی من دیدم که این انتظار رو دارن کسی نبایستی بحث انتخابات رو کرد، حتی اگر تاج‌زاده‌اش بخواد بیاد یا اگر آقای تاج‌زاده رو از زندان آزاد کنن چه بسا انتخابات رقابتی بشه، ایشون همینجا این درها رو بست. کسانی که به تعبیر ایشون در فتنه 88 نقش داشتن نمیتونن نامزد ریاست جمهوری بشن. در هر روی این مطلب در ستاد انتخابات وزارت کشور ایران تا یک بیانیه هم صادر شده. این ستاد انتخاباتی شرایط نامزدی در 14 انتخابات ریاست جمهوری ایران رو که به دلیل مرگ رئیسی زود هنگام برگزار می شود این گونه بیان کرد: وابسته نبودن به گروه های غیر قانونی و فقدان سوابق سوی امنیتی از جمله در فتنه سال 88 یکی از شرایط نامزدی در این انتخابات است. این در حالی است که بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران، شما رو می‌بینید روزنامه شهروند رو و خیلی از روزنامه‌ها به گمانه‌زنی روی برخی از چهره‌ها پرداختن که شما می‌بینید آقایان بسپاش، آقای زاکانی، آقای قالیباف، آقای مخبر، علی لاریجانی و دیگر شخصیت‌ها بر صدر آن قرار دارند. حتی آقایان عارف و سعید جلیلی و خود محمود احمدی نژاد، آقای جهانگیری، این آقای ستاری می‌بینم، آقای پزشکیان رو هم می‌بینم. اینها مثلا کسانی بودن که به تعبیر روزنامه شهروند گزینه‌های مطرح هستن. خیلی از روزنامه‌های دیگه هم اینو میگفتن، اما در روزنامه دستراستی سعی نمی‌کردن دیگر شخصیت‌های اصلاح طلب رو برجسته کنن. اما کسایی که مطرح هستن بایستی اشاره کنم که همون گونه که شما می‌بینید، بحث علی لاریجانی نوعی ناز هم هست، یعنی التماس، یعنی ایشون درصدی که ازش خواسته بشه. اما آب پاکی رو دست گروه‌های اصلاح طلب که کلاً ریخته شده. همه این تلاش‌ها به خاطر آرای پایینه، یعنی میدونن که مردم مشارکت نمیکنن. خود ابراهیم رئیسی هم برای دور دوم دیگه امیدی نداشت. اصلا همین هم یکی از عواملی که میگن میخواستم دور اولیش بکنن، چرا کسی دور دوم رأی نمی آورد؟ این رأی هم که رأی نبود، یعنی رقیبی که نداشت در سال 1400. خب اینا اصلا دستمایه رسوایی های جمهوری اسلامی شده بود. شاید شما ها بگید که خب خیلی از کشورهای منطقه هم انتخابات آزاد یا رأی گیری به این شیوه جمهوری اسلامی ندارن. شرایط ایران بسیار متفاوته با شرایط کشورهای منطقه. پادشاهی عربستان برگزیدگانشون، پادشاهشون، فرزندشون یا همینطور مدیریت سیاسی در قطر یا بحرین برایندی از مطالبات جامعه اون کشورن. واقعا نوعی همپوشانی و توازن داره، از دل جامعهشون میاد، حالا به شکلهای مختلف مدیریت سیاسی دارن اعمال مدیریت میکنن. اما اینها اساسا برایند یا نمود اجتماعی و نماد هویت تاریخی
ملت ایران هم نیستن، طبقه فقیهانی که قصد رقابت دارن. در این رابطه مشخص بایستی اشاره کنم که قالیباف از جمله شخصیت هاییست که خب چند باری کاندیدا شده بود، هیچگاه رای نیاورد، از اون کسانی است که آرزو بر دل دارد. آقای جهانگیری خب به نحوی از آنها خودش به عنوان نامزد جانشین و کمکی برای روحانی اون زمان اومده بود که ضربه‌گیری کنه. خود آقای زاکانی هم برای ضربه‌گیری خود آقای رئیسی اومده بود که پشتیبانش باشه، که اون زمان آقای قاضی زاده هم بوده. همه اینها امید خیلی بالا و چندانی هم ندارن. از طرفی هم به لحاظ تحلیلی شخصا خیلی بعید میبینم که اصلا جمهوری اسلامی آرا خیلی براشون مهم باشه. من تایتل ثانوی کماکان معتقدم با همه رسوایی هایی که پیش اومده، جمهوری اسلامی کماکان به اون نظام یک دست فکر میکنه. این بیشتر تا آقای خامنه ای تابعی از همون گونه که دفعه پیشم گفتم اشکال، حداقل به لحاظ سوری تابعی از اجرای شکل قانون اساسیه. نمیخواد فرای اون به تعبیری پای بذاره یا به لحاظ تاریخی این مسئولیت برای خودش ایجاد کنه. حداقل بگه ما در 50 روز مثلا انتخابات برگزار کردیم. از این که حالا مخبر به عنوان کسی که هم به قلکدار ایشان به تعبیری دوستان، هم بانکدار و صاحب حساب ایشون هستش، معتمد ایشان هست و خب به لحاظ تبلیغاتی هم در این 50 روز میتونه از بار تبلیغاتی رسانه ملی استفاده کنه و همینطور خب میل رهبری به ایشون بالاتر هست، امریست مشهود. از اینکه آقای لاریجانی تصور کنه که به تعبیری بخواد بیاد رأی بیاره، امریست تا حدود زیادی غیر حساب شده و به گمان این جانب کسانی که اساساً به ظرفیتی به نام انتخابات دل خوش کردن یک امر خیلی خطایی است و آقایان لاریجانی، آقای حسن روحانی، آقای جهانگیری، آقای دکتر عارف، همه اینها در اشتباه محاسباتی خواهند بود اگر در میدان پای بگذارند، چرا که اساساً مردم انتخابات جمهوری اسلامی رو تمام شده میدونند، پس زده، به انتها رسونده و اینها فقط عرض خود میبرند و زحمت جامعه میدارند. کاش که بخش از جامعه اصلاح طلبی این عرصه رو به خود همون زاکانی و مثلا محسن هاشمی اومدنش اصلا آسیب هست. کاش که تمامی آقایان طیف ریفورمیست وقتی آقای تادزاده تو زندانه و آقای خاتمی صراحتا در بیانیه‌ای میگه که فتنه 88 نبایستی میل حضور بکنند. البته آقای خاتمی به لحاظ سنی همین محدودیت رو داشت، ولی من دیدم در طول ساعت گذشته صحبت‌های شده بود از احتمال مجدد و احتمال حضورشون در صحنه انتخاباتی. در هر روی آقایان عارف و دکتر ستاری و اینها خوب آگاهند که ذیل اراده های ولی فقیه امکان پیشبرد برنامه های خودشون رو ندارند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. با گذشت چند روز از سانحه بالگرد رئیس جمهور همچنان برخی سوالات باقی است. اینکه چرا آقای رئیسی زمینی به تبریز باز نگشت و چرا در آن شرایط آب و هوایی پرواز انجام شد و چند چرای دیگه. من امیر شایان مهر، خبرنگاری که در 3 سال گذشته در بسیاری از برنامه‌های ریاست جمهوری حضور داشتم و در برنامه آخر هم همراه آقای رئیسی بودم، جزئیاتی از این ماجرا رو برای شما بازگو میکنم. ضمن اینکه برخی از تصاویری که در دقایق پیش رو میبینید برای اولین باره که از رسانه ملی پخش میشه. همراهان پس از رسیدن به زمین تلاش میکنند تا با سرنشینان بالگرد حامل رئیس جمهور تماس برقرار کنند، تا اینکه در ساعت 2:18 یکی از تماس‌ها با تلفن همراه خلبان بالگرد مفقود شده پاسخ داده میشه. آقا شما رو ردیابی کنید. این هلیکوپتر چوب تو حاضر؟ حاضر هیچ کس گفت دانش آیادم. اینی دقیق بین میسون سوزا یاناسونوز. پس بوشیده اصلا گفت نه من سر بوشو به زفیا بگیرم. آقای آلاش صدای من رو دارید؟ حالتون خوبه؟ از این پس تماس با تلفن همراه خلبان مصطفی که توسط آیت الله آلاشم پاسخ داده میشه، تنها امید برای یافتن بالگرد و سرنشینان آن است. بقیه کجان؟ یعنی دور و بر شما نیستن؟ شما تنهایی؟ بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران که هیچ، بسیاری از رسانه‌ها به تازه ترین گزارش مستند تحت عنوان روایت سانحه از سوی صدا و سیما اشاره کرده بودن، مطالب خیلی مهمی داشت از چگونگی سقوط بالگرد آقای رئیسی. مطالب مهمی که میگم، مطالب مهم به معنای اطلاعات تازه نداشته،
فقط یک نوع اتفاقات از این جهت مهم بوده که دوچار ناسازواره، دوچار تناقض در ارائه مطلب بوده، یک نوع تدوین و نوعی تألیف مطلب بود، یک نوع بولتن تصویری بود از روزهای ابتدا تا اون روزی که حادثه پیش اومد رو جمع‌بندی کرده بود. نکته که بسیار مهم بود از روز نخست اظهارات آقای اسماعیلی سخنگوی آقای رئیسی بوده که گفته که مثلا با تلفن ما زنگ زدیم، تلفن خلبان دست آقای در واقع امام جمعه تبریز آل هاشم بوده. این صحنه ها رو بازسازی کردن. بسیاری از کارشناسان چه در حوزه رسانه چه در حوزه نظامی میدیدن، مثلا بی بی سی فارسی یک گزارش بسیار تکمیلی رو با ارائه شبهات موجود تبیین میکرد با گفتگو از سوی شخصیت‌های نظامی، عمدتاً کسانی که تجربه راندن و در واقع این هلیکوپتر رو استفاده کرده بودن. خیلی جالب بود برای من. همگان این روایت سانحه تازه رو به نحوی از آنها معیوب میدانستن، نوعی صحنه آفرینی و صحنه سازی میدانستن. خود من هم که چند باری این رو به تماشا نشستم و گزارش رو میدیدم، حتی با برخی از خبرهایی که در روزهای آغازین مطرح میشد هم همسانی نداشت. بیشتر این ماجرا و تلاش رسانه رسمی صدا و سیما برای عادی نشان دادن این رویداد یادآور رویدادهای مشابه مثل شلیک آمدانی موشک به هواپیمایی اوکراینی بوده که بیش از نزدیک به 200 نفر از هموطنان ایرانی در اون پرواز کشته شدن و نظام تلاش میکرد که اون رو کتمان کنه و در سایه‌سار دروغ نگه داره، که خب به هر روی آفتاب آمد، دلیل آفتاب و رسانه‌های جهانی اون رو افشا کردن. الان هم بسیار داره تلاش میکنه که عادی بوده، لکه ابری آمد و رئیسی رو انداخت از سه هلیکوپتر، دو تاش سالم رفتن، همین یکی لکه ابر به تعبیری مانع دید خلبان آقای رئیسی شده. گزارش‌های زیادی، گمانه‌های زیادی حول این ماجرا مطرح می‌شود که مهمترین آن در ساعات گذشته مجدداً احتمال خرابکاری از راه دور، خرابکاری داخل کابین و حتی نقش و مداخله کشور اسرائیل مطرح شده، تا جایی که برخی از رسانه‌ها می‌گفتند اسرائیل چه بسا گزاره دوم، یعنی رهبری جمهوری اسلامی رو نیز در تیررس انتقام داشته باشد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.